ماجرای واقعی درباره ازدواج جن با انسان لطفا لایک و سابسکرایب کنید در تاریخ 1359 شمسی اتفاقی به وقوع پیوست که افکار عمومی مردم مصر را به خود معطوف کرد این اتفاق چنین بود مرد 33 ساله به نام عبدالعزیز ملقب به ابوکف که در دوم راهنمایی ترک تحصیل نمود و به نیروهای مسلح پیوست و در جنگ خونین جپه کانال سوئز به ستون فقراتش ترکش اصابت نمود و این مجروریت او منجر به فلج شدن دو پایش کردید و به ناچار جپه را ترک کرد تا به شر خود بازگردد تا در کنار مادر و برادرش با پای فلج خود به زندگی ادامه دهد در همان شب اول که از غم و اندو رج میبرد ناگهان زنی را دید که لباس سفید و بلندی پوشیده و سر را با پارچه سفیدی پیچیده در اولین دیدار او را همچون شبهی که بر دیوار نقش بسته باشد مشاهده نمود زمانی نگذشت که همان شبه در نظرش مانند یک جسم جلوه نمود و به بستر ابوکف نزدیک شد و گفت ای جوان اسم من حاجت است و قادر هستم بیماری تو را درمان کنم به یک شرط که با دختر من ازدواج کنی ابوکف جوابی نداد زیرا وحشت قدرت بیان را از او گرفته بود و او را در عرق ور کرده بود زن دوباره سخن خود را تکرار نمود و اضافه کرد من از نسل جن مومن هستم و قصد کمک به شما و نوع انسانها را دارم و در همین حال از دیواری که آمده بود ناپدید شد ابو این قضیه را به کسی نگفت زیرا می ترسید او را به دیوانگی متهم سازند در شب دوم باز هم حاجت آمد و تقاضای شب اول را تکرار نمود ابو کف نتواند جواب قاطعی دهد شب سوم باز آمد و گفت تنها کسی که میتواند خوشبختی تو را فراهم کند دختر من است ابو کف از او ملت خواست در این خصوص فکر بکند بعد تصمیم گرفت که اول شب در اتاق را قفل کند و به رخت خواب برود تا کسی نتواند وارد شود همان یک دفعه دید که حاجت و دخترش از دیوار عبور کردند و نزد او آمدند آن دو به همراه ابوکف تا صبح مشغول شب نشینی بودند در همان شب وقتی که ابوکف به چهره دختر نگاه نمود دید چهره جذاب بدن لطیف قد کشیده گردن بلند و مثل نقره می رو به حاجت کرد و گفت من شرط شما را می پذیرم حاجت وسیله عروسی را فراهم نمود شب بعد با موسیقی و ساز عروسی را انجام دادند در حالی که انسانها آوازان را نمیشنیدند. آنها عروس را با این وضع وارد خانه کردند حاجت عروس و داماد را به یکدیگر سپرد از خانه بیرون رفت هنوز داماد عروس را در آغوش نگرفته بود که احساس کرد پاهایش جان گرفته روز بعد هنگامی که مادر و برادران متوجه شدند که ابوکف سلامتی خود را باز یافته و با پاهای خود را میروند خوشحال شدند ولی او سر خود را به کسی نگفت این شادی به طول نینجامید زیرا به زودی روش و رفتار ابو کف تغییر نمود او در اتاقش می نشست و به جز موارد محدود بیرون نمی آمد. تمام کارهای لازم مانند غذا خوردن و استحمام را همانجا انجام میداد. تمام روز و شبش را در اتاق سپری می کرد. بالاخره برادرانش متوجه شدند که او با کسی که قابل رویت نیست صحبت می کنند. گمان کردن که عقلش را از دست داده اما با همسر زیبایش در عیش و نوش خوشبخت بودند و طی دو سال همسرش برای او دو فرزند به دنیا آورد همسر و فرزندانش در کنار او در همان اتاق به سر می بردند و تنها او می توانست آنها را ببیند و صدایشان را بشنود یک شب حاجت به دیدارش آمد و گفت من تصمیم دارم به واسطه تو مریضی انسانهای بیبزت را معالجه کنم و از تو تقاضا دارم منزل دیگری را برای خود انتخاب کنی زیرا با بودن مادر و برادرانت در اینجا همسر و فرزندانت آزادی ندارند سه روز بعد ابوکف در شهر شبر و خیمه منزل کوچکی را اجاره کرد و با آنجا نقل مکان نمود او در آن منزل فعالیت خود در زمین درمان و معالجه بیماران را آغاز کرد و موفق شد گونه های نازایی فلج و بیماری های کبد کلیه و سرطان سینه را معالجه کند او عملهای جرایی موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشت و عملهای آپاندیس و زایده جگر را هم انجام میداد ابوکف هر بیماری را به مز مشاهده تشخیص میداد زیرا معالجه و جرای بیماران رایگان بود گاهی بیماران خود را با استفاده از گیاهان درمان میکرد و اکثر اوقات داروها را از پول خود خریداری مینمود طولی نکشید که آوازه ابو کف فراگیر و محدوده فعالیتش گسترش یافت شخصی که به گزارش های مربوط به فعالیت های پزشکی بدون مجوز رسیدگی می کرد، تمامی فعالیت های او را گردآوری نمود و به محکمه قاضی تحقیق رد کرد در نتیجه از توی قاضی تحقیق حکم بازداشت او صادر شد ابو کف در محکمه قاضی اعتراف کرد که بنا به دستور حاجت به معاینه و مالج بیمارا می پردازد. و اضافه کرد که جرأت مخالفت و سرپیچی از دستورات او را ندارد و اگر کوتاهی کند مورد آزار و اذیت از قرار می گیرد قاضی تحقیق از نام و آدرس حاجت برای دستگیری از ابو کف سوال کرد که ناگهان فهمید حاجت انسان نیست بلکه زن مومنه ای از جن است ناچار به تحقیق خود پایان داد و حکم بازداشت چهار روزه ابو کف را صادر نمود و دستور داد او را به دادگاه قانونی روانه کنند هنوز قاضی کار خود را تمام نکرده بود که به سردرد شدیدی مبتلا شد و مجبور شد که دفتر کار خود را ترک کند و در منزل استراحت کند در روز شنبه 15 آوریل 1980 دادگاهی تشکیل شد ابوکف در دادگاه به تمامی اتهاماتی که به او نسبت داده شده بود اعتراف نمود قاضی خاص مهارت و توانایی او را بیازماید لذا از او خواستا بیماری هایی را که شش تن از وکلا با, با آن ناچار بودند را تشخیص دهند ابوکف از این آزمون با سربلندی و موفقیت بیرون آمد و بیماری ها را به درستی تشخیص داد و داروی مناسب برای آنها تجویز نمود سپس نوبت به قاضی رسید و بعد از او تمام افراد حاضر در دادگاه مورد ماینه قرار گرفتند گفتگو میان قاضی و ابوکف بسیار مهیج بود حضار با فریاد بلند تکبیر می‌گفتند. قاضی وقتی که با این ماجرای مهم روبرو شد حکم کرد که او را باید به بیمارستان روانی تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد و مدت بازداشت او تا جلسه بعد تمدید شد روزنامه جمهوری این ماجرا را به صورت مشروع چاپ کرد و پخش این مطالب جنجال فراوانی را به راه انداخت تعدادی از علما و پزشکان دست به کار شدند و نظریه خود در این مورد را ابراز کردند عدهای تهمت دروغگویی به او زدند و عده ای او را بیمار روانی میدانستند همچنین برخی او را با نیروهای نامرئی مرتبط میدانستند ولی با این حال کسی نتوانست موفقیت ابوکف در تشخیص معالجه و اجرای عملهای جرای او را خونسا کند و در بین مردم او را از چشم بیاندازد وقتی که دوباره دادگاه در 22 آوریل برگزار شد قاضی دادگاه ابوکف را از اتهامات وارده بیگناه مبرا دانست و در متن حکم آمده بود که متهم ذکر شده مجبور به انجام این امر ان بوده یعنی معالجه و هیچ گونه اختیاری هم نداشته و توانایی مقابله با این نیروی نامرئی را نداشته و از طرفی هم بر دادگاه ثابت شده که اقدام متهم مبنی بر معالجه و معاینه کاملا صحیح بوده در حالی که خود متهم اقرار نموده از علوم پزشکی چیزی فرا نگرفته و دادگاه قادر نیست که به یقین اعلام نماید متهم با جن در ارتباط است بر همین اساس متهم بیگناست است ابو پس از شنیدن حکم با صدای بلند لا اله الا الله را تکرار می کند و به روزنامه نگاران گفت حاجت هنگام جلسه در دادگاه حضور داشت و در موقع قرائت حکم توسط قاضی پشت سر او قرار گرفت وقتی که روزنامه نگاری در مورد خصوصیات حاجت از او سال کرد او پاسخ داد من از پاسخ این سوال معذورم فقط آنچه می توانم بگویم این است که حاجت از نسل جنه ممنون که تا انتهای این ویدیو ما رو همراهی کردید